سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری خوش آمدید. به دنبال انتشار گزارش ها مبنی بر طرح ترور ترامپ از سوی ایران، چندین مقام جمهوری اسلامی ایران به این موضوع واکنش نشان دادند. در همین حال از یمن خبر می رسد که جنگنده های امریکا و انگلیس حملات شدیدی را بر مناطق مختلف این کشور انجام دادند. همزمان با این از غزه نیز خبر می رسد که اسرائیل تصمیم دارد تا غزه را به سه قسمت جداگانه تقسیم نماید. همچنین و در حمله بامدادی اسرائیل بر لبنان 33 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم بازرس ویژه امریکا برای افغانستان خواستار توقف ماموریت این اداره شده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. به دنبال انتشار خبرها مبنی بر گماشتن تیمی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای کشتن دونالد ترامپ، چندین مقام حکومتی ایران این موضوع را به شدت تکذیب کرده و به آنها واکنش نشان دادند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است از آنجایی که قاتل در واقعیت وجود ندارد، فیلم نام نویسان یک کمدی پیش پا افتاده ساختند. وی افزوده است که کدام عقل سلیمی می تواند باور کند که یک قاتل فرضی در ایران نشسته است ولی با FBI به طور آنلاین صحبت می کند. به گفته وزیر خارجه ایران، مردم امریکا تصمیم خود را گرفتند و ایران به حق آنها برای انتخاب رئیس جمهور مورد نظرشان احترام می گذارد. این مقام جمهوری اسلامی علاوه کرده است که مسیر پیش رو یک انتخاب است و این انتخاب با احترام شروع می شود. وی تصریح کرده است که ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نیست و این سیاست مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و محاسبات امنیتی ما است. بهتر کسی سعی نکنه اراده ملت ایران رو و اراده جمهوری اسلامی ایران رو برای دفاع از خودش محک بزنه. این پیامی بود که به همه این کشورها داده شد. اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اتهام مطرح شده را توطئه از جانب اسرائیل برای پیچیده تر کردن مسائل در بین امریکا و ایران خوانده است. این گفته ها پس از آن صورت گرفته است که اخیراً وزارت دادگستری امریکا اعلان کرده است که سپاه پاسداران ایران یک فرد افغانستانی به نام فرهاد شاکری را که در امریکا زندگی کرده و 14 سال در این کشور به اتهام سرقت زندانی بوده است استخدام کرده بود تا ترامپ را ترور نماید. شماری از منابع خبری مدعی شده بودند که آقای شاکری همکنون در تهران ایران زندگی می کند، ولی از آنجایی که در زندان با خطرناکترین زندانیان و مجرمین ارتباطاتی را ایجاد کرده بود، همکنون در تلاش بوده تا با استفاده از این چنین افراد شماری از مقامات آمریکایی، اسرائیلی و منتقدین جمهوری اسلامی ایران را ترور نماید. در ادامه این ادعا آمده است که آقای شاکری برای کاهش مجازات یک دوستش که همکنون در آمریکا زندانی می باشد با پلیس FBI در تماس شده و در بدل افشای این طرح خواستار کاهش مجازات وی شده است. در همین حال یک روزنامه اسرائیلی نوشته است که ارتش اسرائیل به دنبال ایجاد یک تغییرات ریشه‌ای در غزه می باشد. به گفته روزنامه یدیعوت، ارتش اسرائیل می خواهد تا غزه را به سه قسمت جداگانه تقسیم نماید و به همین جهت تأسیسات نظامی ثابت را در نوار غزه ایجاد کرده تا به صورت دائمی و همیشگی در این منطقه حضور داشته باشد. این روزنامه اسرائیلی افزوده است که ارتش اسرائیل یک محور جدیدی را ایجاد خواهد کرد تا مناطق شمال غزه را از سایر این بارکه جدا کند و همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد محور سیوم در جنوب نوار غزه است. در همین حال شبکه 12 اسرائیل فاش کرده است که دولت جو بایدن اسرائیل را زیر فشار شدید گذاشته است تا جنگ در جبهه جنوبی غزه را نیز پایان دهد.
به گفته شبکه 12 اسرائیل، جو بایدن از طریق طرح عدم حمایت از اسرائیل در محافل بین المللی و تأخیر در تجهیز نظامی تل آویف به دنبال تطبیق این طرح است. Security for Israel and Gaza free of Hamas grip. Ease the suffering in Gaza and end this war. همچنین از لبنان خبر می‌رسد که در عملیات بمبدادی اسرائیل در صبح روز یکشنبه 10 نوامبر به مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان 33 غیر نظامی کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. شبکه الجزیره گفته است که وزارت بهداشت لبنان اعلان کرده که شمار شهدای این کشور در حملات اسرائیل از آغاز تا کنون به 3136 نفر رسیده است. گفتنی است که این آمار روز شنبه 9 نوامبر اعلان شده و کشته شده ها و زخمی های حمله امروز یک شنبه 10 نوامبر را شامل نمی شود. همزمان با این از یمن خبر می رسد که امریکا و انگلیس که جنگنده های امریکایی و انگلیسی بمداد روز یک شنبه 10 نوامبر در 3 موج بر مناطق مختلف یمن حمله کردند. و گفته منابع خبری این حملات در شهرستان سوفیان در ولایت عمران و شهرستان سنهان و منطقه الحفا در پایتخت یمن صورت گرفته است. گفتنی است که حملات امریکا و انگلیس در واکنش به عملیات‌های ارتش یمن علیه کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ و مدیترانه و با هدف نجات اسرائیل از محاصره دریایی انجام شده است. گفتنی است که روز گذشته نیز جنگنده های انگلیس و امریکا بر الحدیده یمن حمله کرده بود. از سوی هم بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که میزان کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان 82% کاهش یافته و بنابراین باید ماموریت اداره سیگار برای سال آینده متوقف شود. به گفته سیگار سطح کمک ها از 6 میلیارد دلار به 1 میلیارد دلار رسیده است. همزمان با این سخنگوی وزارت خارجه امارات اسلامی اعلام کرده است که هیئت آنان در نشست سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی در باکو شرکت می کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه گفته است که این نشست از 11 تا 22 نوامبر در باکو برگزار می شود. گفتنی است که این اولین بار است که هیئت امارات در نشست تغییرات اقلیمی ملل متحد حضور می‌یابد. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، الله نگهدار.